اما ارتجاع بلافاصله جنگ را نیز به عنوان وسیله‌ای در جهت پیشبرد مقاصد ارتجاعی انحصار طلبانه خود در خدمت گرفت. در ابتدا ادعا کرد که مجاهدین در جبهه ها حضور ندارند، اما بعداً که این دروغ آشکار و افشا شد و حضور مجاهدین در جبهه های دفع تجاوز و در کنار مردم به اثبات رسید، ارتجاع که حتی در میدان جنگ نیز نمیتوانست دست از این انحصار طلبی بردارد، نیروهای ما را به هر طریقی که میتوانست زیر فشار قرار داد و بالاخره هم تعدادی از آنها را با اتهامات بیشرمانه ای نظیر جاسوسی برای ارتش عراق از جبهه ها روانه زندان ها نمود. کینه و دشمنی ارتجاع با نیروهای انقلابی و به ویژه با سازمان شدیدتر و عمیق‌تر از آن بود که حتی جنگ و تجاوز خارجی نیز بتواند آن را تحت شعاع قرار دهد. من در شروع جنگ در اهواز فعالیت می‌کردم. پس از اطلاعیه سازمان در شروع جنگ، تعداد بسیار زیادی از هوادارهای سازمان از سراسر ایران جهت کمک رسانی و شرکت در جنگ به جبهه آمده بودند که از همان روزهای اول جنگ رژیم دست به دستگیری این هوادارا زد. من و دو نفر دیگر از برادران در اسفند 59 در اهواز در یکی از پایگاه‌ها دستگیر شدیم که چون دلیل به مدرکی نداشتن از ما، پس از یک ماه ما آزاد شدیم. دو برادر مجاهدم مهداد سلیمی و عباس مشهدی پس از آزادی در درگیری‌های مختلف به شهادت رسیدند.